سلام و احترام دارم خدمت همه کسانی که مرا از درشه میبینه دوستای عزیز من پس از اینکه که سخنرانی آقای اکبری را راجع به مقاومت غرب کابل و رهبر شهید که به مناسبت سال مرگ جناب آقای فسیحی اراد کرده بود گوش دادم با خیلی از دوستا تماس گرفتم که ببینم واکنش آنها چیست و نظر آنها راجع به سخنرانی چیست و خیلی دوست داشتم که کسانی که در اون دوره و زمان در غرب کابل بودن و قضایا برایش معلوم هست در رابطه با سخنرانی آقای اکبری مطالب را بگره ما پیام به خیلی کسا دادم و از خیلی کسا پرسیدم یکی از کسایی که پرسیده بودم جناب استاد محقق بود خوشبختانه جناب آقای محقق جواب سوالم را کتبی روان کرده که من جواب ایشان را خدمت شما به خانش بگیرم با تشکر از جناب آقای محمد رفیعی که درباره سخنرانی محمد اکبری رئیس حزب حراست اسلامی درباره رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری سوال کردید و نظراتم را جویا شدید که قرار شرح زیر و طالب را مینگارم جوابات مطالب آقای محمد اکبری در پیوند با سال، سالگرد کشته شدن مرحوم محمد باقر فسیحی در کابل یک این که بسیار متاسف و گلایمندم از جناب آقای اکبری که بعد از سی سال برای جناب فسیحی سالگرد گرفته و در آن علیه رهبر شهید حزب وحدت و مردم هزاره موزیگری هایی کرده که در شأن ایشان نیست و خصوصا در این شرایطی که مردم نیاز به وحدت دارند به اختلاف و نفاق دامن زده و سر زخم های کونه را باز کرده که فکر نمی به نفع مردم باشد و این جانب به هیچ وجه نمی که از دوئیت و نزاع بین جامعه هزاره و شیعه صحبت به میان بیاید و حالا هم طرفدار هماهنگی هستم ولی بله چون ایشان بعد از سی سال درباره کسی که مردم او را دوست دارند و سمبول عزت خود میداند تهمت های ناروا زده چند کلمه یاداشت یادداشت کنم دو این که آقای اکبری در سخنانیشان روی جهاد رهایی بخش مردم افغانستان تکیه کرده کار مثبت است درست است که جهاد مردم افغانستان بر حق بوده و مردم هزاره در آن پیشگامند. بستشش دلو سال 1357 و, و تاریخ سی خود سال 1357 و, و بستشار حمل 1358 قیام های مردم در صوف و چارکند و بلخاب در, در هزارستان شمالی علی حکومت کمونیستی و به تاریخ حمل و سور و جوزای 1358 قیام های هزارستان مرکزی از ارزگان تا بامیان، غور، بسود و پروان و غزدی و تصفیه همه اولسواله های هزارانشین تا میزان 1358 یک واقعیت غیر قابل انکار است. و این تنها حرف اکبری نیست، حرف تمام مجاهدین جامعه هزاره و تشیوی افغانستان است. سه، جناب آقای اکبری در تشکیل حزب وحدت دو ادعا کرده که در هر دو ادعا مبالغه کرده اولین که گفته حزب وحدت تنها نتیجه زحمات ایشان هست که در, ام... که در این امر بیش از حد زیاده کرده است درست است که ایشان در رای حزب وحدت تلاش زیاد کرد ولی در اصل مفکوره تشکیل حزب وحدت از استاد مزاری استاد صادقی پروانی، استاد عرفانی و محمد ناطقی بود که اینان در بهار سال 1365 که از خارج کشور و داخل آمدند تا بهار سال 1366 یک سال تمام در مرکز پنجاب پایگاه محمد رسول الله، پایگاه محمد رسول الله سازمان نصر ماندند و برای وحدت زحمت کشیدند. و آقا اکبری هم در این رابطه جلسه کردند. برای وحدت و در عین حال بود که استاد اکبری مشغول جنگ های داخلی با شورای اتفاق به رهبری آیت الله بهشتی بودند و بعد در تشکیل کنگره های وحدت در سال 1367 در پنجاب لعل و بسود و پروان نقش اعضای شورای مرکزی حزب وحدت از همه بیشتر آیت الله پروانی و استاد عرفانی برجسته بودند البته که آقای اکبری و زامن علی محقق دی مرداد هم همراهی خوب کردند و در جریان اعلام حزب وحدت در 24 سرطان 1368 آقای بهشتی را استاد مزاری به حزب وحدت فراخواند حتی به آقای اکبری گفت که بدون حضور آقای از حزب وحدت معنی پیدا نمی کند. علا رغم مشکلات که بین اکبری و بهشتی وجود داشت. دومین که ادعا کرده که پاسداران جهاد دست برتر را در مناطق مرکزی داشته هم مبالغ است. برای این که یک بررسی اجمالی مناطق شیعنشین نتایج زیر را به دست می دهد. در هزارستان شمالی نقش پاسداران ضعیف بود سقوط مهاجمین پایگاه مرکزی رسالت در بلخاب به دست مدافعین سازمان نصر از نشانه های این آرایش قوا در بین احزاب شیعی در شمال بود. در ولایت میدان و پروان باز هم نقش اول از پاسداران نبود بلکه نیروی فراگر و قابل توجه در این دو ولایت باز هم سازمان نصر بود در بامیان در یک هولنگ همه ی مردم یک پارچه سازمانی بودند که به همه معلوم است در ورس و پنجاب بین نصر و پاسدار تعادل قوا توام با حسن روابط برقرار بود و حاکزا در لعل و سرجنگل در ارزگان سابق دیخونده فعلی هم که دو سال تمام آقای صادقی نیلی و دوست مخلص آقای اکبری امینی اشترلی با سازمان نصر جنگید که تصفیه کند ولی کار نتوانستن سازمان نصر ناطقه شفایی مصطفی اعتمادی و امان الله موحدی همچنان توازن قوا را حفظ کرد در ولایت غزنی باز هم برتری با نیروهای سازمان نصر بود با این اوصاف نمیدانم که جناب آقای اکبری چطور نتیجه گرفته که پاسداران جهاد نیروی برتر بوده و از خودگذری و تنزل کرده که با دیگران در حزب وحدت یک جا نشستن. چار. این که آقای اکبری گفته که بعد از پیروزی جهاد شعارها از اسلامی به قومی تغییر کرد و همه گناه را هم به گردن مردم هزاره انداخته یک, تعریف تار... یک تحریف واقعیت تاریخ است. بعد از پیروزی جهاد شعارها تغییر نکرد بلکه جهاد برای آزادی استقلال و تمامیت ارزی همچنان در حزب وحدت مقدس بود و هست ولی بر اساس اجابات زمان شعارها و اصول افزوده شد مانند عدالت و برابری مشارکت ملی مشارکت در گیری های اساسی و رسمیت مذهب جعفری در کنار مذهب برادر حنفی و تعدیل واحدهای اداری که همه شعارهای حق و اصول اساسی اهداف حزب وحدت بود و هست. پنج اینکه آقای اکبری می فرماید گرایی مجیب جنگ ها شد و مسئولیت آن را به دوش مردم هزاره و حزب وحدت یا به قول ایشان یک جناه از حزب وحدت میاندازد دور از انصاف است. علت اصلی جنگ انحصار قدرت بود و نپذیرفتن حق دیگران حزب وحدت نتوانست حکومت وقت را قانع بسازد که در قانون اساسی که روی دست داشتن رسمیت مذهب جعفری را بگنجاند و گفتند که این یک بدعت در تاریخ کشور میشه و ها کذا دیگر خواسته ها عملی نشد اینکه آقای مزاری میگفت در افغانستان شعار مذهبی به عمل نجادی هست از طرف دیگران بود نه مردم شش حرف دیگر این که متاسفانه جناب آقای اکبری سیاستشان نان و نرخ روز خوردن است در هر شرایط مطابق همان زمان حرف میزند و میخواهد مثل دلار در هر نظام بچلد و با بازار داشته باشد زمان حکومت استاد ربانی مطابق سلیقه و رضایت آنها حرف میزد و خود را هماهنگ کرده بود و شب و روز از استاد مزاری شکایت میکردند بعد از سقوط حکومت ربانی ایشان طالب شدند و کمر وسته به نفع طالبان کار میکردند و حرف را مطابق ذهنیت آنها میزدند در زمان دو دهه دموکراسی حرف زیادی برای گفتن نداشت چون در انتخابات ها رول زیادی نداشتند فلحازا میخواست که مطابق ذهن مردم حرف بزند و در این دوره در سخنرانی‌هایش هایش درباره استاد مزاری چنین حرف ها میگفت که مزاری مردی بود که پاک زندگی کرد پاکزه جهاد کرد و به نام جهاد از مال دنیا هیچ چیزی برایش نیندوخت و سرانجام مزدومانه به دست گروه جهل ظالم شهید شد. حالا که دوباره طالبان در قدرت رسیده به قول خودش یک فرصت پیدا شده پشت سر کسی که او را حریف خود میدانیست بعد از مرگش دروغ پراکنی می کند. هفت نکته دیگر این که برای جناب آقای اکبری بدبختانه تاریخ مردم هزاره و بدنام شدن و نکنام شدنش مطرح نیست. مقصد این است که دستش به یک جای بند شود. هرچه به دهانش آمد می گوید. چون می داند که طالبان با آقای مزاری دشمن است. دشمن است و میخواهد به آنها بفهماند که من هم دشمن مزاره هستم بیایید مرا تحویل بگیرید اینکه آیا طالبان صرف به خاطر دشمنی با مزاری ایشان را زیر بغل میگیرد یا نه معلوم نیست چون طالبان هم پسر خاله هیچ کسی نیست افکار عمومی را چه خواهند کرد هشت درباره کشته شدن جناب قایفسیک خداش خدایش رحمت کند و جناب اکبرین این حادثت را کودت های آقای مزاری وانمود کرده قطعا چنین نیست و من در آن تاریخ به خاطر انتخابات داخلی حزب وحدت در کابل بودم و شاهد بودم که آقای مزاری از این حادثه به شدت ناراحت شده بود اما یک حرف دیگر در میان بود که آقای اکبری با ارتباطات مشکوک و خارج از اراده حزب وحدت که با حکومت وقت برقرار کرده بود و طبق گزارش ها غیر قانونی از آنها امکانات می گرفت، مردم غرب کابل را به شدت آزرده کرده بود زیرا مردمی که زیر بمباران زیر باران بم و راکت راکت های حکومت سی هزار شهید و زخمی داده بودند تحمل این زد و بند های پنهانی را نداشتند و لحاظا تظاهرات مردمی شد و در جریان تظاهرات کار به خشونت کشیده شد و آن حادثه ناگوار پیش آمد نو no. این که آقای اکبری در پشت استیج مزدوم نمایی می کند و میگوید که من علا رغم این که آقای فسیحی کشته شد باز به خاطر این که حزب وحدت از هم نپاشد در حزب وحدت با آقای مزاری ماندم در زیر یک سقف این نیز یک ادعای نادرست است زیرا من بعد از انتخابات داخلی حزب که آقای مزاری برنده شد و میخواستم دوباره به شمال بروم برای خداحافظی نزد جناب استاد اکبری رفتم چون ایشان معاون حزب وحدت و معاون آقای مزاری انتخاب شده بود و من به ایشان احترام داشتم وقتی که نزدش رفتم بعد از بحث خداحافظی و رفتن به شمال از ایشان یک خواهش کردم و گفتم استاد حزب وحدت اسلامی و مردم ما با یک حکومت با یک حکومت بر سر اقتدار درگیر است کشمکش داخلی به صلاح نیست یک انتخابات بود که گذشت حالا برای یک سال دیگر آقای مزاری رئیس حزب است من خواهش میکنم که با هم همکاری کنید اما ایشان بسیار ناراحت بود و قاطع برایم گفت با مزاری همکاری نمی کنم به دو دلیل دلیل اول بعد از کشته شدن محمد باقر فصی بین ما و مزاری یک جوی خون است و من از این جوی خون تر شده نمیتوانم بله به یک شرط همکاری میکنم که مزاری رویش خود را تغییر دهد و این چهار سید را که عامل اصلی این حادثه هستند از اطراف خود دور کند یک سید محمد سجادی عضو شورای عالی نظارت حزب وحدت و مؤسس خبرنامه وحدت دو سید یزدانشناس هاشمی قماندان قلوردوی حزب وحدت سید انور علا رحمتی عضو شورای مرکزی حزب وحدت و از نزدیکان آقای مزاری چار سید علی علوی دستیار آقای مزاری همان که در جریان شهادت آقای مزاری یک جا با دیگر همراهان شهید شدند. برایم جالب بود که اگرچه آقای اکبری و تیمشان آقای مزاری را متهم به هزاره گرایی میکردن ولی در این جلسه جز این چهار سید بزرگوار از کدام هزاره دیگر شکایت نکردند. دلیل دوم ایشان گفتن که من با آقای مزاری بدنده ی لج افتادم من یک عادت دارم با کسی که در افتادم تا یک مرتبه پشتش را به زمین نزنم رها نمی کنم شورای اتفاق با بهشتی درگیر شدم تا پشتشان را به زمین نزدم و به ولسوالی ناهور آوارش نکردم رها نکردم حالا هم یک بار پشت مزاری را به زمین میزنم بعد می شود همکار شویم که متاسفانه تا پشت مزاری با تحریک این آقایان و توان و توان حکومت وقت و بدادگری طالبان به زمین خورد و لچ آقای اکبری به جایشو کار از کار گذشت ده حالا از آن تاریخ سی سال میگذرد و کسان را که آقای اکبری در لست اشخاص مخالف وحدت میدانستند اکثرا شهید شدند آقای مزاری و سید علی شهید شدند و سید محمد سجادی و سید یزدانشناس حاشمی هاشمی هم سالهای بعد شهید شدند مانع وحدت رفت شد بعد از آن نمیدانم که ایشان چه کسانی را در لیست منافیان وحدت گرفتند این بود پیام استاد محمد محقق یا جوابیه استاد محقق راجع به سخنرانی جناب محمد اکبری تشکر از توجه دوستا و امیدوارستم که دوستا این پیام را گسترده به اشتراک بگذارند